درود بر بینندگان گرامی تلویزیون میهن، با آرزوی بهترین ها برای شما که بیننده برنامه ما هستید. آرزو میکنم هر جا که هستید و برنامه ما رو تماشا میکنید شاد، پویا و تندرست باشید. پری عسکری هستم با اجرای 26مین برنامه از سری برنامه های حقایقی از ایران. همونطور که مشاهده میکنید ادامه برنامه حقایقی از ایران از این به بعد در رادیو تلویزیون مانی اجرا خواهد شد. موضوع برنامه نقش کنگره ها و گرد همایی ها در اپوزیسیون خواهد بود. میهمانان گرامی برنامه جهانگیر لقایی، کنشگر سیاسی و آشنا به مسائل اقتصادی از آلمان، مجید آژنگ فعال سیاسی از هلند و آقای دارا صالح‌زاده فعال سیاسی از پاریس می باشند. در برنامه های قبل راجع به چگونگی شیوه های اجرایی گفتمان ملی یا دموکراتیک سخن گفتیم. سال هاست که ما شاهد هستیم، شاهد گرد همایی های علنی و غیر علنی بین کنشگران سیاسی خارج از کشور هستیم. هر از گاهی شخصیت ها و گروه های سیاسی ساک سفر میبندن و از چهار گوشه جهان چند روزی دور هم جمع میشوند تا با همدیگر بر سر مسائل مختلف تبادل نظر کنند. حال باید دید حاصل این تبادل نظرها، نشست‌ها و کنگره‌ها چیست؟ آیا این نشست‌ها به دنبال راهکاری برای نجات ایران هستند یا محفلی است برای دید و بازدیدهای دوستانه بین کنشگران سیاسی؟ می‌رویم و با مهمانان گرامی برنامه راجع به این موضوع و موضوعات دیگر گفتگو می‌کنیم. و مسلماً از نقطه نظرات با ارزش آنها مطلع می شویم. نخستین پرسشم را با جناب لقایی مطرح می کنم. جناب لقایی، شما به عنوان یک کنشگر سیاسی نقش کنگره ها و گرد همایی ها را چگونه ارزیابی می کنید؟ خواهش می کنم بفرمایید، میکروفون در اختیار شما. با تشکر از شما و با درود به شما و همینطور دوستان عزیز در میزگرد و همچنین درود به بینندگان و شنوندگان رادیو مانی. ببینید، خود کنگره یا نقش کنگره اگر به اصطلاح این طور باشه که از توش نتیجه بیرون بیاد، خب معلومه مفیده. البته اسم کنگره در واقع زمانی گفته میشه که در قبلش مسائلی مطرح شده باشه، به نتایجی رسیده باشن و در اونجا میخوان این رو به شکل علنی، حالا بخشی از کنگره هم هست به اصطلاح خاص حالا اون حزب یا اون سازمان یا اون تشکیلات هست و افرادی خارج از اونها نمیرن، ولی معمولا در شرایط امروز سالها هست که علاوه بر این که خود اون افرادی که در اون تشکیلات هستن میرن، بلکه عده‌ای هم میتوانن آزادانه در اونجا شرکت بکنن و ببینن، ولی کنگره باید نتیجه بده. متاسفانه شاید سالهای زیادی باشه که در خارج از کشور این مسئله به اصطلاح کلمه کنگره هم یک مقداری لوس شده، یعنی جلساتی گذاشته میشه و خیلی ها هم از قبل میگن قرار نیست ما از این به اصطلاح که اسمش رو کنگره گذاشتن نتیجه ای رو بگیریم، در حالی که از کنگره میبایست یک نتیجه بیرون بیاد. اصولا برای چی کنگره میذارن؟ در تمام کشورهای پیشرفته جهان و یا کشورهای غیر پیشرفته جهان اکثرا وقتی کنگره میذارن، در واقع ماحصل یا نتیجه کاری هست که حالا یا در یک ساله گذشته یا در چند ساله گذشته
این صورت گرفته و اونجا میخوان نتیجهش رو علنی بکنن و اینکه چه راهکارهایی رو برای حالا بستگی به این داره که این کنگره برای چی باشه. اینجا در واقع نظر ما بیشتر خوب کنگره هایی است که در رابطه با مسائل ایران گذاشته میشه. این هست که باید گزارش اولا در اون کنگره داده بشه که چه کارهایی صورت گرفته و بعد به چه نتایجی رسیدن و حالا میبایست چگونه این راه رو ادامه بدن. ولی خب ما میبینیم متاسفانه بخشی از اینها بدون اینکه اصلا کاری کرده باشن در گذشته، بخشیشون هم که عملا نه تنها کار مثبتی صورت ندادن بلکه واقعا حالا یا خواسته یا ناخواسته روی این مسئلهش نمیریم تخریب کردن، یعنی اصولا باعث شدن که جلو حالا چیزای دیگه ای رو بگیرن یا عده‌ای رو هم دل سرد بکنن. ولی خب اون چیزی که در واقع تا حالا بخشن، من نمیگم همه، تشکیل شده همونطوری که شما گفتید بیشتر در واقع شده محل به نوعی دید و بازدید، در این حالی تعدادی هم صحبت هایی میکنن بدون اینکه نتیجه‌ای در اونجا گرفته بشه، بدون اینکه برای آینده کشورمون به اصطلاح راه حلی داده بشه، به جز یه مقدار مسائل کلی که مثلا ما در اون مملکت خب دموکراسی میخوایم، خب بله دموکراسی میخوایم، ولی راه رسیدنش و چگونه باید به اونجا رسید و چگونه باید این رژیم از سد راه برداشته بشه و کنار بره تا بشه این دموکراسی پیاده بشه، به این مسائل عمدتا پرداخته نمیشه، یعنی به راه‌های عملی اونجا به اصطلاح بررسی نمیشه یا اینکه چه کارهایی شده نیست. این هست که خب وقتی به این شکل در بیاد عملا همون چیزی میشه که خب شما خودتون گفتید، تبدیل میشه به یه مکانی که دوستان که حالا سالها همدیگر رو ندیدن و هر حال یک همدیگر رو میبینن و اونجا صحبتی هم میشه و عملا هم تا حالا دیدیم هیچ نتیجه پرباری رو به دست نداده و هر حال ممکنه حالا نتیجه داده باشه، ولی این نتیجه اونقدر اندک هست که نمیشه گفت که میتوان امیدوار بود از این نتایج. در نتیجه من فقط این رو اضافه کنم، این کنگره ها یا به هر حال البته این که اسم اینها رو نمیشه کنگره گذاشت، ولی عملا میگم اینا اسم کنگره ها را هم لوس کردم متاسفانه و میبایست اپوزیسیون واقعی، حالا اون کسانی که واقعا میخواهند برای ایران کاری بکنن، بتونن اولا مسئله کنگره رو روشن بکنن و بعد هم راه حل های عملی رو برای رسیدن به اون مقصد روشن بکنن و بتونن با هم دیگه همکاری بکنن. بله مرسی، سپاسگزارم جناب لقایی. اتفاقا ما در برنامه پیشین شیوه های اجرایی راجب شیوه های اجرایی نشست ها صحبت کردیم که به مجازی و غیر مجازی اشاره کردیم، حالا دوباره می‌بینیم روی موضوع هم صحبت کنیم. جناب آجنگ گرامی، تفسیر شما رو میشنویم در این مورد، بفرمایید. لطفا میکروفونتون باز کنید، بفرمایید. با درود به شما و بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو تلویزیون مانی و دوستان عزیز و گرانقدرم در استودیو و همچنین با تشکر از دعوتی که از من به عمل آوردید. در مورد سوالی که شما به طور مشخص مطرح نمودید، من فکر میکنم که دوست عزیزم آقای لقایی اصلا چیزی رو باقی نگذاشت که من بتونم حداقل اولش یه صحبتی رو انجام بدم. تمام نکات برجسته و دقیق رو ایشون مطرح کردن. من
از یک زاویه دیگه در واقع به این مسئله خواست بپردازم. اونم اینه که بس هر کنگره‌ای، نشستی، گرد همایی، همایشی که در جهت نگاهش به تغییرات در داخل ایران باشه و بتونه گامی برداره در جهت سرنگونی این رژیم و این هیولای اسلامی، طبیعتاً مثبت هست و هیچ شکی درش نیست که میتونه اینها به هر حال رودهایی هستند، رودخانه هایی هستند که به هر حال باید به دریا بپیوندن. اما همونطور که آقای لقایی هم اشاره کرد، وقتی که ما واژه ها رو از محتوا توهی کنیم، عملاً یک جریان رو به ضد خودش تبدیل میکنیم. یعنی وقتی که از کنگره صحبت میکنیم، باید معنی کنگره مشخص باشه. یعنی نمیشه 10 تعریف ما از کنگره داشته باشیم و بعد بگیم که منظورمان اون یکی کنگره نیست، این یکی کنگره است. خب باید ما ببینیم تفاوت بین کنگره و تفاوت کنگره بین سمینار و تفاوت این سمینار با یک کنفرانس و تفاوت اینا با یک همایش و با یک گرد همایی یا یک میزگرد چیست. اگر قرار باشه که به هر حال در این کنگره یک عده بیان، همینطوری که شما اشاره کردید و دوست عزیزم آقای لقایی، و اونجا محل دید و بازدید بشه، بیشتر میشه به فرض مثلا یک نوع گپ زدن و یک نوع فستیوال که به هر حال بیایم به همدیگر رو ببینیم و ببینیم که برنامه تو آینده چی خواهد شد. خب از این برنامه ها به هر حال در کشورهای مختلف دارند و دوستانی که به هر حال مان منطقه های خاصی هستند، مثلا شمالی ها، مثلا جنوبی ها، زندانیان سیاسی سابق، اینا هر سال جمع میشن یه جایی به هر حال و دور همدیگه یکی دو روزی هستن و یک دیداری تازه میکنن و میرن و این هیچ ربطی هم به سرنگونی جمهوری اسلامی نداره. ولی وقتی که صحبت از کنگره میشه، یعنی باید یک سری بحث‌های پیش از کنگره وجود داشته باشه، باید یک سری مسائل رو راجبش بحث کرده باشن، به هر حال مقالاتی آمده باشه بیرون، معضلاتی باشه که بعد این کنگره بخواد بهش بپردازه. بعضی از این کنگره ها هستن که حالا به هر حال دیگه همه هم در جریان هستن و این کنگره خودش هم از قبل اعلام میکنه که آقا ما نه عضو داریم و نه اصلا قطعنامه میدیم بیرون. خب من نمیدونم وقتی که شما کنگره عضو نداره و قطعنامه هم بیرون نمیده، خب تجمعش واسه چی هست؟ اصلا کلا قراره که چه کار کنه؟ و بعد مثلا همین کنگره اخیری که قرار هست سکولار دموکرات های راست در واقع من اسمشون رو گذاشتم انجام بدن، میبینیم که به فرض شعاری میده به اسم وحدت و کثرت. خب این اولا که باید کثرتی وجود داشته باشه که میخوان وحدت بکنند، بعد و اول وحدت رو میذارم و بعد دنبال کثرتش میره. از این که بگذاریم، ما میبینیم که فرض در همین چارچوب هم در سال گذشته به فرض اون کنگره به این کنگره هیچ تحولی صورت نگرفته، یا تو کنگره قبلی هم همینطور. یعنی میبایست یک هدف مشخصی رو دنبال کنه و این کنگره رو میبایست یک مفهوم عملی بهش داده بشه. این که یه عده جمع بشن اونجا و بعد فقط و فقط یه عده سخنرانی کنن و بعد تداوم، این کار خیلی مهمه. شما اگر نگاه کنید کنگره یک، کنگره به کنگره دوش، به کنگره سهش، به کنگره چهار و الی آخر مراجعه بکنید و ببینید که این کنگره ها بیشتر ریزش داره تا اینکه جذب، و تعدادی میرن و یک تعدادی میان و این تعدادی که میان هیچ الزامی نیست که سال دیگه هم باشن، عملا به یک نوع سرگرمی است و نمیشه روش حساب کرد. آنچه که این کنگره ها میتونه کمک کنه این هست که گرایشی که در حقیقت میاد و واقعا مسئلهش وحدت هست و واقعا مسئلهش جمع‌آوری به فضل نیروهای متفرق در اپوزیسیون است، بیاد نشون بده در عمل که آقا با فلان گروه، با فلان گروه بیاد اینجا ریش سفیدی کنه، به هر حال یک کمیته تشکیل بشه و بیان با جریانات مختلف. من همینطور که بارها عرض کردم، من فکر میکنم که ایران یک شرکت سهامی است، ما 80 میلیون انسانه و همه درش سهم دارن و نمیتونی کسی رو حذف کنی. حالا این که تعدادی به همدیگه متحد میشن سهمشون بیشتره، خب طبیعتاً توی اون هیئت مدیریه نقش بیشتری دارن، ولی شما نمیتونی بیا یک نفره خودتو وکیل کل به فرض مثلا جنبش بکنی. خب مثلا من میشناسم آقایونی که خیلی ادعا دارن، مثلا 500 مقاله نوشتن، کتاب زیاد نوشتن، کارگردان بودن، فیلم ساختن، حالا موفق نشدن اینا بماند، ولی وقتی که اعلام یک حرکتی رو میکنه، خب اگه این میخواد یک زور آزمایی رو نشون بده، باید ایشون در عمل نشون بده که آقا جان این قدرت رو داره، مثلا بیاد
اعلام بکنه آقا جان فلان روز در فلان نقطه در مقابل سازمان ملل یا در مقابل دادگاه لاهه یا به هر حال پارلمان اروپا جمع بشید و من از شما تقاضا میکنم بیاید اونجا نسبت به این جنایت جمهوری اسلامی اعتراض کنید، که آدم مشخص بکنه این لیدر سیاسی، این رهبر اپوزیسیون، این که ادعا میکنه چند نفر آدم داره اصلا کلا دوره برش. نمیتونید که شما یک کنگره بذارید و مثلا اصلا رسم شده الان دیگه جدیدن خیلی از سازمان ها کنگره میذارن بعد تعداد مهمانان خیلی بیشتر از تعداد اعضاست. خب این که نشد که به فرض مثلا بشه اسمش بذاری کنگره یه جوری که مسئله حل کنه. در نتیجه باید رفت دنبال حل مسئله. حل مسئله اینه که اگر اعتقاد دارید به این که پراکندگی وجود داره و این پراکندگی مانه الان نیست، این پراکندگی به هر حال بخشیش ریشه داره در فرهنگ جامعه ایرانی، ما حتی من یک گذر بزنم به اتفاقاتی که در داخل میفته، بعضی موقع راجع به مسئله ملی یا مسئله قومیت ها که صحبت میشه طرف فکر میکنه که چون مثلا آذری هست یا چون عرب هست یا چون بلوچ هست دیگه این در خود بلوچستان هیچ کس با هیچ کس درگیری نداره. اصلا اینطوری نیست. ما وقتی یک تضاد عمده رو حل میکنیم بعد اون بقیه اختلافات اون میفته در داخل که به جون همدیگه میفتیم. اپوزیسیون هم الان وضعش اینطوری است، هم این سازمان ها درون خودشون مسئله دارن هم خارج از خودشون هنوز به وحدت نتونستن برسن. خب باید یک راه حلی پیدا کنیم ببینیم علت چیست. خب حالا علتهاش رو تو زمینه های مختلف برخور بررسی شده، دوستان هم نظر خواهند داد. مثلا یکی از علتها خودشیفتگی است، یکی از علتها اینه که طرف حسادت داره، دیگری رو قبول نداره، اگه من نباشم باید یک کاری بکنم که اونم نباشه. اگه قرار باشه امروز یک اتحاد گسترده‌ای صورت میگیره، این حسادت باعث میشه که ما یه چند نفر دیگر رو خراب کنیم یا بزنیم. یا بعضی ها که خودشون فرار به جلو میکنن، در واقع همه رو میزنن و به شکلهای مختلف، و وقتی هم که میرسه شروع میکنن به مظلوم نمایی کردن که آقا ما یک جایی رو باز کردیم، همه میتونن بیان، میرن مخالفای ما علیه ما دارن موضع گیری میکنن و یک سری حرفهای در حقیقت غیر واقعی رو سر هم میکنن و به گونه ای که فکر میکنن که دیگران هم متوجه نیستن که داره چه میگذرد. برحال این من مختصر کنم در این مورد. فکر میکنم که راه حل اساسی اینه که ما باید از واژه ها یک تعریف درست بدیم. اگر تعریف واژه رو درست معنی بکنیم بعد میبینیم که این سلاخی واژه ها رو در واقع که مدت هاست شروع شده یک نقطه پایانی بهش گذاشته بشه و مفهومشون رو در عمل بتونیم دنبال کنیم. از من تمام. جناب صالح‌زاده، اگر نقطه نظر تکمیلی راجع به سخنان آقای لبایی و آژنگ دارید بفرمایید و شما به ما بگید که کنگره ها چه مشخصات ویژه‌ای باید داشته باشند، مخصوصا الان که ما در کشور ما در وضعیتی هست که به هر حال احساس خطر میکنیم و واقعا نیاز به یک راهکار هست برای نجات ایران. نقش این کنگره ها و مشخصه های کنگره های تاثیرگذار باید چه باشد؟ بفرمایید. مرسی خانم عسکری. درود بر شما و دوستان گرامی و سلام به بینندگان و شنوندگان رادیو مانی. ببینید، من یه نگاه دیگه به این کنگره ها دارم. اول قبل از اینی که به اصل مطلب بپردازم، بایستی تشکر کرد، بایستی براو گفت که تمامی ایرانیانی که طی این نزدیک به 4 دهه که در داخل ایران و خارج از ایران با این رژیم مبارزه کردن و تسلیم نشدن. رژیم میلیون ها میلیون دلار خرج کرد که بتونه این صداها رو خاموش بکنه، ولی ما خوشبختانه موفق نشد و این صداها هر روز و هر روز بیشتر و بیشتر میشن. منتها در رابطه با کنگره ها، ببینید من یه نگاه دیگه دارم. کنگره ها به هر حال با همه کمبودها، با همه خوبی ها بدی هایی که داره، به نظر من مثبته. من این میشه گفت من اپوزیشن رو به 4 گروه تقسیم کردم، یعنی 4 گروه سیاسی موجودن در حال حاضر در میان مخالفین جمهوری اسلامی، مبارزه میکنن که به هر حال بتونن این رژیم رو یه روزی از به هر حال سایه شومش از سر ایران کم بکنن. این 4 گروه رو من گروه اول رو شورای ملی مقاومت
ملی ایران که نیرو اصلی سازمان مجاهدین خلق، نیرو دوم شورای ملی ایران که شاهزاده رضا پهلوی عضو اون تازگیان به حال استفاده داده ولی به عنوان یک اکتور در اونجا باقی میمونه. نیروی سوم کنگره ملیت‌های ایران فدراله که احزاب سیاسی کرد در اونجا بخصوص حزب دموکرات کردستان ایران نقش محوری بازی میکنه. و نیروی چهارم اون جریاناتی هستن که ما میبینیم کنگره های مختلف میگذارن، در این کنگره ها فعالن، کار میکنن، زحمت میکشن، ولی متاسفانه پراکندن چون یک رهبر ندارن. از هر کدوم از اینها به هر حال کسایی مسئولیت این کنگره ها رو به عهده میگیره، ولی از اونجایی که صاحب یک رهبر کاریزماتیک، یک رهبر به قولی حالا اگه بگیم فریخته نیستن، دچار اختلافات هستن. اون اختلافاتی که دوستان ازش صحبت کردن موجوده، یعنی بایست هم اختلافات موجود باشه. ما بایستی تلاش بکنیم از دل این کنگره ها کار به جای ببریم که به هر حال این چند سازمان هایی که این تعداد آدم ها و شخصیت ها در نهایت حول یک برنامه با هم جمع بشن، چون اینا اختلافاتشون با هم بسیار بسیار, بسیار کمه. ببخشید، مثلا ما در ماه آینده فکر کنم در آلمان 3 کنگره داریم. من فکر کنم این 3 جریانی که کنگره رو گذاشتن زیاد با هم اختلافات سیاسی ندارن، همه به هر حال با آینده ایران می‌نگرن، همه سکولارن، همه طرفدار دموکراسی در آینده ایران هستن. منتها همونجوری که خدمتتون عرض کردم متاسفانه پراکندن. ما بایستی در این کنگره ها به نظر من بایستی شرکت کرد، بایستی هول تول داد این جریاناتو به طرفی برن که صاحب یک سازمان بشن. یعنی هر کدوم اگه تمام این جریانات سکولار و دموکرات صاحب یک برنامه بشن، به نظر من میتونن یه نقش حیاتی بازی بکنن در رابطه با 3 سازمان دیگه که گفتم. به هر حال ما در نهایت احتیاج داریم صاحب یک آلترناتیو بشیم. این آلترناتیو از جمع ازداد به وجود میاد. خوشبختانه امروز فضا داره به طرف اون مهیاش. بایستی ما به طرف اون هولش بدیم که بره. و به نظر من شرکت در این کنگره ها ضروریه. بایستی رفت گفت، بایستی گفتمان ها رو قوی تر کرد، بایستی به این جریاناتی که پراکندن بهشون هشدار داد. آقا ما تا ابد نمیتونیم پراکندگی شما رو تحمل بکنیم. شما بایستی مثل اون 3 جریانات دیگه که صاحب یک سازمان و ارگانیزه هستن، صاحب یک سازمان و ارگانیزاسیون قوی بشید که در نهایت در ایران بتونید نقش بازی بکنید. وگرنه به نظر من ما همین جوری پراکندگیامون در نیروی چهارم ادامه بدیم، به نظر من دودش در نهایت به چشم همه ما میره. ما باید فضا رو به اون طرف ببریم. به نظر من فضا بیش از هر زمان برای ما در آینده نزدیک برای شکل‌دهی این سازمان‌ها داره کمک میکنه، آماده میکنه ما رو. ما بایستی به خودمون و با خودمون لااقل رو راست باشیم که به هر حال از صحبتایی که دوستان کردن، از خودمحور بینی ها، از حسادت ها، از اینی که به هر حال من بایستی باشم دیگران نباشه، بایستی اینا رو کنار بذاریم، به یک مسئله بپردازیم، اینه که بریم به طرف این که صاحب یک آلترناتیو بشیم. تا زمانی که ما آلترناتیو نداشته باشیم، تا زمانی که تبدیل به یک نیروی جایگزین نشیم، غیر ممکنه این رژیم بره و دیگران هم ما رو به جد نمیگیرن. من فکر کنم فضا بیش از هر زمان برای رفتن به اون طرف آماده است. مرسی. خانم اسکری، صدا شما بسته است، میکروفونتون باز کنید. سپاس از شما جناب صالح زاده. آقای آژنگ، پرسش من از شما این هست که با توجه به سخنان آقای صالح زاده که عقیده دارن که این کنگره ها باید باشد، سوال من از شما اینه که این نشست ها و کنگره ها آیا اپوزیسیون را تقویت می کند یا موجب تضعیفش می شود؟ بفرمایید. ببینید، من صحبت‌های آقای صالح‌زاده رو در یک بخش‌های خوب طبیعی است که من اولا اشاره کردم که هر حرکت و تجمعی که به اون سمت باشه مثبت، منفی نیست. ولی من فکر می‌کنم که بعضی موقع‌ها یهو می‌بینی آب راکته. آبی که راکت شد
میبخشید میگنده، یک امر طبیعی است. اینکه شما حالا از این چاله به اون چاله بریزیش، این جریان نداره، این باید جریان داشته باشه. ما مشکلمون در حال حاضر حزب و تشکیل سازمان نیست. اتفاقا یکی از چیزهایی که مانع اتحاد در بین ایرانی ها گشته و شده تا الان همین تعدد این همه احزاب های مختلف هست، و که اونا یه بخشش که سنتی بوده که از قبل وجود داشته، یه بخش هم که آمده جدید درست کردن و نتونسته پاسخ گوش بده. یعنی تو باید اول یه مخاطبتو پیدا کنی. شما نگاه کنید، من یک نمونه به شما میدم در مورد همین موضوعی که برخوار. من خودم عضو حزبی بودم که یعنی آمدم به حزبی کمک بکنم که خودم هم اعتقاد نداشتم به تشکیل حزب، اونجا هم اعلام کردم اسنادش هم هست، ولی خب آمدیم یک تشکلی را بندازیم. حزب زمانی مطرح میشه که شما وقتی این ایده رو بدی بیرون، این اعلامش بکنی، به هر حال مورد استقبال بیرونی قرار بگیره. وقتی که شما میبینید لیدر آن جریان، لیدر اون حرکت، رهبر آن حرکت که خیلی هم پر آوازه است از نظر خودشون در جنبش، نمیتونه 4 تا این نفر رو پیدا بکنه که بیان سر یک بیانیه رو امضا بکنن، خب یک چیز اشکال داره، یعنی جواب نمیده جنبش ما دنبال این نیست. من اعتقادم به حرکت جنبشیه، و بحثی هم که من داشتم تو اون کنگره که رفتم شرکت کردم این بود که آقا بیام پیشنهاد من میبوده که ما باید تشکیلات این جنبش ها رو تقویت کنیم، ما تقویت کنیم که این حرکت های جنبشی را بیفته. تنها چیزی که جامعه ایران بهش جواب میده حرکت های جنبشیه. شما از جنبش مشروطه حساب بکنید، حرکت جنبشی بوده. از جنبش ملی شدن صنعت نفت نگاه کنید، حرکت جنبشی بوده. انقلاب 57 حرکت جنبشی بوده، اساساً به سازمان و حزبی وابسته نبوده. حرکت و برگردیم تو همین حرکت آخری مثلا 88 ببینیم باز حرکت جنبشی است، جنبش سبز. حالا تو خیلی از موارد میبینیم که خیانت‌ها و در متاسفانه در اون دو جنبش آخری که نام بردم، هم 57 و هم 87، ببینیم خیانت رهبری هست. یک فقدان رهبری، دو خیانت آگاهانه رهبری است. حتی جنبش به فصل مثلا 2 خرداد که به روی کار آمدن آقای خاتمی شد، حرکت های جنبشی در ایران پاسخ میده، حرکت سازمانی جواب نمیده. در نتیجه ما باید راه حلی پیدا بکنیم که بتونیم این سازمان ها رو حول یک جنبش متشکل کنیم. اگر این کنگره ها با این هدف میاد اوکی است، ولی در حالی که چنین چیزی نیست. شما به همین کنگره سکولار دموکرات ها نگاه کنید، این کنگره از این کنگره به اون کنگره دستاوردش چی بوده؟ یک عده میان اونجا جمع میشن، حالا یه عده با خرج خودشون میان، یه عده خرجشون نمیدن میان، و میان اونجا سخنهای مطرح میکنن. خیلی از اینها حتی نمیشینن که به سخنان بعدی گوش بدن. یعنی آقای میاد دعوتش کردن، اونجا سخنران هست، شروع میکنه به صحبت کردن، بعدش هم ول میکنه میره، یا میره تو سالن میشینه، یا میره گشتی میزنه. پس اونجا اصلا صحبت این نیست که یک دنبال یک راه حل بگردیم. هر کی میاد حرف خودشو بزنه. آقا چند صدایی هم یک معنی میده. چند صدایی اگر در یک راستا نباشه که پاسخ به یک معضل بده، میشه هم همه تو هم همه میش هیچ گوش نمیده. همینطور هم با هم صحبت کنه. در نتیجه اگر که قراره این جنبش ها حرکتی رو به وجود بیارد که میارد، باید اونا رو تقویت کرد. این کنگره ها اگر در خدمت اون جنبش نباشه به درد نمیخوره به نظر، یعنی هیچ تأثیری هم نداره. شما الان احزابی که تشکیل شده بیرانه کارشون رو بدن ببینن چی هست. یک سال یک حزبی تشکیل شده ببینن تا الان چه کار کردی شما. این که حالا پشت پرده با اون صحبت کردیم با این صحبت کردیم، اینا که نشد حرکت. بعدش هم به هر حال باید یک اجماع وجود داشته باشه. شما می‌بینی حتی در سر مسائلی که فقط در رابطه با ایران قرار می‌گیرن، علارغمی که شعار ملی گرایی و تمامیت ارضی و این صحبت‌ها رو مطرح می‌کنن، خب چشمشون هم به یک نیروی خارجی هست که یک کمک مالی بگیرن، کاری انجام بدن. بعضی موقع هم مسابقه میدن در این زمینه که بیلان جمع بکنن به فرض به یک جای دیگه خودشون نشون بدن. ولی حضور اینا در مردم چیست؟ ما به عنوان نیروهای خارج از کشور باید خودمون رو نقد کنیم. ما چی به این مردم دادیم که نتونستیم جذبشون کنیم؟ اشکال کار کجا بوده؟ مشت نمونه خرواره. وقتی که ما مخاطبایمون رو نمیتونیم در یک شرایط دموکراتیک و آزاد بدون سرکوب، بدون شکنجه پیدا بکنیم و باشون سخن بگیم، چجوری میخوام مردم ایران رو سازماندهی کنیم؟ 4-5 میلیون نیرو خارج از کشور وجود داره، ما کجا تونستیم اینا رو سازماندهی کنیم؟ کجا تونستیم اینا رو جمع آوری کنیم؟ بحث فرد نیست، بحث اینه که یک
ساختار میخواد، بس اینه که یک تشکیلاتی میخواد که بتونه با مردم صحبت کنه، به مردم یه چیزی رو بده و تا بهشون چیزی رو ندی اونا دنبالت را نمیفتن. از من تمام. جناب لقایی، تفسیر شما رو میشنویم در این مورد. ببینید، من اون چیزی رو که آقای صالح زاده توضیح دادن، خب در واقع اصل مسئله درست هست، ولی این که چرا حالا این جریاناتی که به خصوص این به چهار بخشی که تقسیم کردن نمیتونن در کنار هم بشینن، به نظر من اولینش این هست که اینها هنوز معنای دموکراسی رو، یعنی میشه خوب مجموعه همه ما دید، من وقتی میگم همه هست، در روی کاغذ و نوشته ها وقتی ما نگاه کنیم تقریبا اینا همه مشابه هم هستن، ولی چرا نمیتونن در عمل با هم کنار بیان و یا همونطوری که آقای آژنگ گفتن باید حرکت جنبشی باشه و راه دیگری هم نداره، چرا نمیتونن این کار رو بکنن؟ به نظر من اون چیزی که به عنوان دموکراسی نوشته شده اون فقط در روی کاغذه، در ذهن و فکر بسیاری از اینها به خصوص کسانی که حالا در تشکیلات‌های کوچیک بزرگ فرقی نمی‌کنه به عنوان نقش به اصطلاح اصلی یا اصطلاحاً رهبری رو در دست گرفتن و حاضرم نیستن به هیچ وجه این اهرم رو از دست بدن، بینش استبدادیه. و یعنی در یک سیستم دموکراتیک وقتی هم که شما اساسنامه ها رو نگاه بکنید تقریبا شبیه به همه، خب چطور ممکنه؟ یعنی خب این اولینش مسئله این هست. بخش دومش اینه که خب همون شخصیت بعضی از افراده که خب برمیگرده به مسئله اول که این مسئله دموکراتیک رو به درستی متوجه نشدن و شخصیتن هم نمیخوام متوجه بشن، عامل به اصطلاح یا عوامل ترمز کننده هستن برای تجمع یه همچین حرکت جنبشی و یا جبهه‌ای. اینی که آقای آژنگ گفتن، اولا به هر حال نه تنها در ایران، در اکثر کشورهای جهان اگر به اصطلاح حرکت مردم تونسته رژیم رو تعویض کنه تقریبا در همه جا به همین شکل به اصطلاح جنبشی و جبهه‌ای بوده، یعنی احزاب مختلف، سازمان‌های مختلف و دیدگاه‌های مختلف با هم روی چند هدف اساسی به اصطلاح توافق کردن و همه‌شون هم اعتقاد داشتن که باید به اونجا برسه، در نتیجه این حرکت شکل گرفته و تونسته جلو بره. این رو باید در عمل نشون داد، فقط در نوشته و اساسنامه و مرامنامه نمیشه اونجا این رو دید. در واقع این مشکل هست که به اصطلاح نتونستن بیان، یعنی من بخش عمده‌ایش رو بینش و تفکر به اصطلاح این مجموعه میدونم که در نوشته حرف از دموکراسی میزنن یا در صحبت حرف از دموکراسی میزنن، ولی وقتی پای عمل میاد نه تنها طرف مقابل رو حاضر، حالا حتی تحمل کردن که نه، باید پذیرا بود شما فکر مخالف رو، البته نه هر فکری رو، منظورم افکار دموکراتیک است و ولی با تفاوت‌هایی که شما برای به اصطلاح اداره مملکت یا کشور دارید و یا روش‌هایی که می‌خواید بگیرید برای اینکه برای مردم رفاه ایجاد بکنید، تفاوت‌ها باید روی این باشه، روی اصل مطلب که همه آزاد هستن بینش و تفکر و اندیشه خودشون رو بگن، روی این نباید صحبتی باشه. اما روی همینجا هست که اینها وقتی تحمل شنیدن، یعنی من فرد خاص یا یه نفر دو نفر ده نفر رو نمیگم، من منظورم یه مجموعه هست، واقعا وقتی که حتی تحمل ندارن چه به این برسه که دیدگاه های دیگران براشون قابل احترام باشه، این هست که و وقتی که اینطوری هست معلومه نمیتونه شکل بگیره و نمیشه.
و عمدتاً هم بیشتر منتظر یک رهبر هستن و اتفاقاً آقای آژنگ کوتاه اشاره کردن اونجاهایی که کار به بیراهه کشیده شد در واقع بیشتر مسئله بر سر این بود که یک نفر تونست بر همه مسلط بشه و اهرم قدرت رو بگیره و به عنوان رهبر شناخته شد و خب وقتی یه بینش عقب مونده ای هم یه همچین چیزی در دستش بیاد معلومه که برای اون جامعه فاجعه به بار میاره. باید یک تیم باشه در واقع. دنیای امروز هم همینطور هست. حالا ممکنه ظاهرن یه نفر به عنوان رئیس جمهور در حالا همین کشورهای پیشرفته یا نخست وزیر صدر اعظم باشه، ولی عملا تیم هست که داره کار میکنه و فعالیت میکنه و همه هم در جامعه میدونن و اونها هم شناخته شده هستن. نمیذارن یک نفر این مسئله رو همیشه پیش ببره. ما باید یکی از تلاشامونم واقعا این باشه در جامعهمون که اگر جنبشی هم به هر حال یه روزی شکل گرفت که باید شکل بگیره، هیچ راه جزی نیست، میبایست اون تیم در واقع اداره کننده به شکل گروهی و جمعی باشه و حالا نه اینکه وقتی جمعی شد هر کسی یه نظری بده و همه چیز به هم بریزه، نه، منظورم یک نفر به عنوان اینکه او حرف آخر رو بزنه. ما باید تلاش کنیم یه همچین چیزی رو نذاریم در چنین جنبشی شکل بگیره، چون اگر اینطور شد باز در قرن 21 هم ما رو به ناکجا آباد خواهد برد. اینه که من با نظرات آقای به اصطلاح آژنگ در بسیاری از زمینه‌ها موافق هستم. ما میبایست حرکت جنبشی بکنیم چون مسئله یک رژیم فاشیسم مذهبی هست. شما با یک دیکتاتور حتی معمولی هم در دنیای قرن بیستم میخواستن مقابله کنن، عملا میبایست با حرکت جبهه‌ای پیش میرفت، چه برسد به این که اینها واقعا یک سیستم ایدئولوژیک است و میبایست این جنبش شکل بگیره. و خب البته جای خوشحالی هست، خیلی ها به این نتیجه رسیدن و دارن در همین زمینه هم تلاش میکنن. اما من به یه نکته دیگه هم اشاره بکنم و اون این که درسته که این کنگره ها حالا یک دستاوردی ممکنه بعضی جاها داشته باشه، ولی واقعا این اینقدر کند هست و اینقدر حرکت از لاک پشتی هم کندتر بوده که این به جایی نخواهد رسید، به ثمر نخواهد رسید. ما میبایست تلاش بکنیم از به اصطلاح جهان پیشرفته که اینقدر فاصلمون زیاد شده و عقب افتادیم، این رو ما بتونیم جبران بکنیم و هرچه دیرتر به اصطلاح جامعه ایران این تغییر درش ایجاد بشه، مسلماً رسیدن به یک جامعه مدرن و پیشرفته خیلی سخت‌تر خواهد بود. مضافاً به این که الان جمهوری اسلامی بلایی به سر اون مملکت آورده که اصلا مشکل در واقع جغرافیایی و طبیعی و اینا به وجود آمده، کمبود آب و بسیاری مسائل دیگر، حفظ محیط زیست و بیکاری وحشتناک، نبود اشتغال، این که هیچ کس حاضر نیست در مملکتی که یک روزی همه دوست داشتن میامدن برای سرمایه گذاری، امروز اصلا کسی حاضر به سرمایه گذاری نیست. اینها هرچه دیرتر بشود برای ساختن ایران فردا کار خیلی مشکلتر خواهد شد. اینه که من با حرکت جبهه‌ای و جنبشی موافق هستم، منتها در انتخاب باید واقعا این باشد که جایگزین این رژیم حتما دموکراسی بیاد و هیچ شک و تردیدی هم نباید داشت که با کسانی که بگوییم شاید حالا اینها هم دموکرات بشن بشه باهاشون کنار آمد و این که در این هم کوچکترین شک و تردیدی نباید داشته باشن که بزرگترین مانع رسیدن به چنین جامعه جمهوری اسلامیه و هیچ راهی نداره جز این که این رژیم باید برود. معلوم هست که
کسی که دنبال آزادی هست برای اون ملت هیچ وقت نمیخواد در اون جامعه خون ریزی بشه، ولی اگر این رژیم تحمیل بکنه به هر حال اون دیگه چیزیست که از طرف رژیم تحمیل شده و اجبار پیش آمده که کار به مسئله قهرامیز کشیده بشه. من در اینجا دیگه صحبتامو تموم میکنم و خواهش میکنم جناب صالح‌زاده، نقطه نظری تکمیلی دارید بفرمایید و بفرمایید که به نظر شما، البته اشاره کردید بیشتر صحبت کنید، که به نظر شما ستون اپوزیسیون جمهوری اسلامی چه جریان هایی هستن؟ بفرمایید. بله، ببینید خانم عسکری، من یه نگاه دیگه با یه نگاه دیگه به مسئله نگاه میکنم. ببینید، ما در عرض نزدیک به 4 دهه گذشته دائم از هم ایراد گرفتیم، دائم هم دیگر رو نقد کردیم. البته من مخالف نقد نیستم، نقد به جاش به نظر من درست و اصولیه، ولی بعضی مواقع موقعی که زیادی میشه ما رو از هم دور میکنه. سخنان آقای ارژنگ درسته، من در حال حاضر دشمن من مخالفین جمهوری اسلامی نیستن، دشمن من نظامیه که مملکت ما رو به این روز بسوده. همه ما آدم های دموکراتی نیستیم، توی در هر جامعه ای اون چه مسلمه جامعه جمع اجداده، آدم های دموکرات و غیر دموکرات هم در همین غرب هم تقریبا اینجوریه موجودن. منطقه اصل مطلب اینه که ما بایستی به اون حکومتی که در آینده قرار سر کار بیاد، به اون حکومت قانون بایستی احترام بذاریم. ما نمیتونیم آدم ها رو اونجوری که ما دوست داریم، به حال اونجوری که ما میخواییم فکر بکنن، نه، آدم ها رو بذاریم همونجوری که هستن دوست بداریم. به همین خاطره که من میگم با یک نگاه مثبت بایستی به این جریان ها نگاه کرد. ما میدونیم که به حال هیچ کدوم از این جریان ها، به حال خود اونها میگن که به حال نقطه ضعفایی دارن، هیچ کدوم هم نگفتن که ما به حال حرف درست پیش ماست. به حال میگن اون جریانات، من بیشتر راجع به بخش چونش صحبتم که بیشتر عمده هستن و پراکنده. اون جریان ها به نظر من اگه به خود نیان، اگه نتونن به حال در این فاصله که به وجود اومده بتونن اون نقشی رو که بایستی در ایران آینده بازی بکنن، نتونن بازی بکنن، به نظر من اون جایگاهشون رو از دست میدن و امکان شد کسای دیگه و جریانات دیگه بیان برای اون خلل رو پر بکنن. اینجاست که من اعتقاد دارم ما وارد فاز سوم مبارزه شدیم. فاز اول مبارزه زمانی بود که برها رژیم به قدرت رسید، مخالفین به خصوص از سال 83 به خارج از کشور پرتاب شدن، اومدن در اینجا برها مبارزات شدیدی برای جمهوری اسلامی شکل گرفت و این مبارزات به حال به کم و زیاد به حال در افشای رژیم جمهوری اسلامی مؤثر بودن. این رفت تا زمانی که به حال جمهوری اسلامی با دسیسه تونست رهبران کاریزماتیک این جریانات به خصوص دکتر بختیار و دکتر قاسم‌نور رو از بین ببره و این جریانات یواش یواش به حاشیه کشیده شدن. بخش دوم مبارزه از زمانی شروع میشه که به حال جریان جنبش سبز به وجود میاد و متاسفانه جنبش سبز هم با شکست فاحش مواجه شد. امروز ما وارد باز سوم شدیم. جنبش آزادی خواهی مردم ایران وارد فاز سوم شده. ما اگه نتونیم حول یک برنامه مشترک، اگه نتونیم به طور یقین به زودی، چون شرایط جهانی هم امروز از همه نظر به نفع ماست، اگه ما نتونیم به زودی صاحب آلترناتیوی بشیم، به نظر من جمهوری اسلامی میتونه با واج دادن همون جوری که از حالا شروع کرده به کشور غربی، میتونه به عمر خودش دوباره بیفزایه. پس ما بایستی برگردیم به اون اصلی که روز اول از ایران براش بیرون اومدیم، که بتونیم این رژیم رو از سر راه برداریم. این 40 سال، نزدیک به 40 سال به طول انجام به درازا کشیده. ما صاحب تجربیاتی شدیم. من فکر کنم که در آینده ایران
رژیمی که به قدرت خواهد رسید دیگه رژیم غیر مذهبی خواهد بود. ما یک به هر حال در این فاصله این 40 سال بهای بسیار سنگینی مردمان ایران برای با این رژیم پرداختن. رژیم آینده ایران به طور یقین رژیم غیر مذهبی خواهد بود. ما باید تلاش بکنیم که این رژیم غیر مذهبی که در آینده که قرار سر کار بیاد و قراره که از تمامی مخالفینی که در حال حاضر با این رژیم مبارزه میکنن در دل اینها شکل بگیره، یک رژیم قانونمندی باشه که بتونه در آینده همه جریانات سیاسی درش نقش بازی بکنن. اونی که دوستمون آقای آرژنگ و آقای لقایی گفتن به طور یقین احزاب سیاسی به غیر از احزاب سیاسی که در کردستان هستن و ریشه تاریخی دارن در داخل ایران بسیار ضعیفن، بسیار بسیار ضعیفن. ما هنوز متاسفانه در داخل ایران جامعمون هنوز نقش طبقاتش به اون صورت مشخص نشده. طبقه کارگر داریم ولی متاسفانه طبقه کارگر پراکندن صاحب یک سازمان قوی انسجام یافته نیستن. حتی بورژواها و کرده بورژواها هم صاحب هنوز یک جریان قدرتمند نشدن. پس جنبش، جریانات جنبشی میتونه کمک بسزا و بیشتری بکنه که ما رو به جایی برسونه. احزاب سیاسی بایستی باشن، بایستی به هر حال کمک کرد این احزاب پا بگیره. به نظر من در خارج از کشورم که یه عده‌ای شروع کردن خوبه، بد نیست ولی کافی نیست. جنبشان که میتونن همیشه همون جوری که جناب ارجن گفت در تاریخ به هر حال کار رو به سرانجام رسوندن. من امیدوارم که در آینده ما به این مهم پی برده باشیم که فرصت رو نباید از دست داد. ما یه فرصت طلایی برامون به دست اومده، از این فرصت باید استفاده کرد. من فکر کنم که ما از دل شکست ها بیرون اومدیم. این شکست ها به ما آموخته امروز به هر حال بایستی قدم درست رو برداریم. این قدم درسته که ما رو میتونه به سرانجام برسونه. مرسی. جناب آژنگ تفسیر شما رو میشنویم. با تشکر از صحبت‌های دوست عزیز آقای صالح‌زاده، فقط من چند نکته رو اینجا متذکر بشم. ببینید که در رابطه با احزاب و سازمان‌ها اینها هیچ گونه من معتقدم که بهشون انتقاد آنچنانی وارد نیست. شما وقتی که ماهی رو از آب بگیری، حالا یه عده میگن تازه است، در واقع وقتی ماهی رو از آب جدا بکنی میمیره، تازه دیگه نداره دیگه، و یه همون موقع برقال یک کارش بکنی. در جمهوری اسلامی اساسا فرصت، یعنی یکی از مشکلاتی که ما از بعد از مشروطه به این طرف داریم، هیچ موقع فرصت این که مردم با احزاب آشنا بشن ما نداشتیم. دوره‌های کوتاه دموکراسی ما داشتیم، یعنی تنفس آزادی ما داشتیم، چه دوره‌های به فرض 20 تا 26 و 7، بعد یهو به سرکوب میرسه، دوره دوباره 30 تا 32 بعدش دوباره به سرکوب میرسه. میدونید همین تکه تکه میاد. به خاطر همین است ما نه سندیکاهای کارگریمون اصلا تونستن پا بگیرن، یعنی ما اصلا مشکل نهاد مدنی و نهاد اجتماعی داریم. اصلا هیچ گونه نهادی اجازه ندادن شکل بگیره در تو جامعه. بعد از 57 میبینیم ما یه دوره 3 ساله آزادی نسبی داریم، مشروط، و اون هم در شهرهای بزرگ که قدرت سرکوب کمه، سازمان ها میتونن عرض اندام بکنن. در شهرهای کوچیک کاملا جب بسته است، خیلی سریع اینا رو سلاخی میکنن، یعنی وجود ندارن. بعد نوع حاکمیت طوری اصلا تربیت کرده این در حقیقت جامعه رو که مردم اصلا شناختی ندارن به این سازمان‌ها، اصلا وجود ندارن که این سازمان‌ها رو بتونن تجربه کنن. اسم این سازمان‌ها رو میذارن گروهک. خب طرف از خارج از داخل میاد، خارج از کشور میاد، تو یک جمعی مثلا میخواد حتی مبارزه بکنه، این دوست عزیز میاد میگه که گروهک‌های دیگه کجاست؟ یعنی این اونایی که عضو این سازمان هستن بهشون برمی‌خوره، نمیدونن که آقا این تازه از ایران وارد شده و اصلا فکر می‌کنه گروهک یعنی سازمان. یعنی حتی به مجاهدین وقتی برخورد میکنه میگه این سازمان منافقین، حالا طرفدار مجاهدین، میگه این سازمان منافقین کجاست؟ یعنی این فرهنگی که حاکم کرده در جامعه ما اون یه طرف است.
در رابطه با مسئله حرکت‌های جنبشی، ببین ما نمیتونیم بگیم جنبش سرنگونی جمهوری اسلامی، این یه چیز خیلی کلی است. ما میتونیم جنبش‌های متعددی رو سازماندهی کنیم و راه اندازی کنیم، چون هر جنبش یه خاصی بیشتر نمیتونه داشته باشه. شما میتونید الان به فرض جنبشی رو میتونید که آقای لقایی اشاره کرد، یه جنبشی رو سازماندهی بکنید در رابطه با مسئله آب و مسئله محیط زیست. آقا این کشور متعلق به همه است، اگر آب این رو خشک میشه همه از بین میرن. این نیست که دیگه فرض یه عده فقط سالم میمونن یه عده نمیمونن، این سرزمین داره خشک میشه، بخشایی داره کسل زمین نشست کرده تو خیلی از جا. خب میتونید سری جنبشای اینجوری راه بیفته. آثار باستانی رو واسه کسایی که خیلی مسئله قدمت تاریخی ایران براشون مهمه داره از دست میره، خب یک جنبش اصلا کلا روی اون میشه سازماندهی کرد و انداخت. جنبش بیکارا میشه جنبش بیکاری رو انداخت سازماندهی کرد، جنبش کارگری رو سازماندهی کرد. یعنی جنبش های مختلف اینها مثل رودهایی هستند که وقتی به هم بپیوندن جمهوری اسلامی رو سرنگون میکنه. نمیتونید از مردم نمیتونید بگی آقا جان بیا توی مردم بریم جمهوری سرنگون کنیم، آخه منافع دارن. شما بسیاری، من بارها گفتم، طرف میاد اینجا مخالف جمهوری اسلامیه، خب اومده اینجا الان ازدواج کرده، حالا میخواد بره شناسنامه بگیره، خب میره سفارت. خب چیکارش میخوای بکنی شما اینو؟ بهش میگه آقا سفارت نرو. از اون طرف میخواد بره ایران سر بزنه به خانوادهش. خب وقتی این میره به عنوان یک توریست در ایران، این که نمیتونه مبارزه بکنه با مردم در با جمهوری اسلامی، که این میره اونجا و واقعا تمکین کنه در مقابل سلطه. از اون طرف شما مطرح میکنید که خب خیلی ها دموکرات نیستن، میخوان باید باشه، اگه قراره که دموکرات نباشه خب من میخوام چه کارش کنم تو آینده ایران. اینو مشکل ما از ابتدا این بوده که اصلا استبداد اصلا کلا نهادینه شده به جای نهاد دموکراسی در ایران. استبداد از تو خونه شروع میشه، تو محله شروع شده، تو مدرسه شروع شده، ناظم مدرسه بوده، میاد آژان تو خیابون بوده، گردن کلفت محله بوده، همینطوری میاد تا بشه رهبر حزب. رهبر یه حزبی هم که خودش دیکتاتوره، خب میخواد چیکارش بکنی؟ فردای میخواد مثلا جامعه رو به کجا ببره؟ بعدم اینا باید نقد بشه، باید اجازه بدی خب طرف حرف بزنه، اجازه بدی صحبت کنه. شما راجع به یه کنگره صحبت میکنین، آقا من میتونم آیه سالزاده از شما دعوت بکنم در محلی به تشریف بیارید با هر تعداد آدم که خواستید، در حالی که محلی که من شما رو دعوت میکنم گزینشی بیشتر از 10 نفر نداره. آخه این یه ادعای بیموردی است. شما رفتی یه جایی رو گرفتی، 100 نفر بیشتر نمیتونه تو اون 120 نفر تا 150 نفر تو این بیشتر نمیتونه جا بدی. بعد یه لیستی انتشار میدید 1000 نفر فعال سیاسی رو دعوت میکنید که در اون کنگره شرکت کنن. آمدی ما این 1000 نفر آمدن کجا میخوان برن بشینن؟ اصلا چجوری شما تقسیم میکنید که این سخنرانا چیکار بکنن؟ توی 3 دقیقه میخوان چه مشکلی رو حل بکنن یا تو 10 دقیقه؟ بهتر نیست آیا برحال مطلبی ارائه داده بشه، راهکارهایی داده بشه برای حل مسئله؟ ببین حرکت جنبشی رو باید تقویت کرد، بقیه این صحبت‌ها فقط و فقط برای بیعملی است. یعنی میخوان یه بیلانه کاری بوده، یک نوع برحال اعتیاد همین هست دیگه. آقا من فقط برم یه جایی حاضری بزنم و بیام. من این سوال من هست، برحال شما بخواید به جواب بدید، برحال شما باید ببینید دستاوردی که از شرکت در این کنگره‌ها گرفتی تا الان چی بوده. یعنی بعضی من اعتقادم بر اینه که این کنگره ها خوب است به شکلی که نیروی زیادی تشریف بیاره اونجا و بعد سازمان ها برن اونجا ماهیگیری کنن، برن عضو بگیرن. ولی وقتی یک کنگره میگه من عضو ندارم، قطعنامه بیرون نمیدم، رهبرش هم مشخص نیست که آقا بنده برم یقه کیلو بگیرم تو این آقای کنگره آقای سالزاد، من اصلا نقدم با این کنگره به کی بگم وقتی کنگره بی صاحبه، در حالی که صاحب داره. طرف همه چیزو متعلق به خودش میدونه، یعنی در 4 تا 5 تا 6 تا به هر حال مرکز نشسته اونجا، رهبری همه اینا رو در دست گرفته. بعدم میگه بنده مردم فقط صندلی بذارم، مثل درست مثل سیاستمدارای تو ایران هم، جمهوری اسلامی هم وقتی که میخواد بشه رئیس جمهور بشه میگه آقا دولت نوکر مردم هست، دولت خدمتگزار مردم هست. کدام دولت نوکر مردمه؟ دولت که پدر مردم رو درآورده، که کجا خدمتگزاری کرده مردم؟ خب این شعارهای به هر حال گمراه کننده کمکی نمیکنه و ما به خاطر همین هم میبینیم که ریزشش بیشتر از جذبش هست. متشکرم. جناب لقایی
گفتار تکمیلی شما رو میشنویم و شما میتوانید 9 دقیقه حدود 9 دقیقه صحبت کنید و ادامه برنامه رو به جلسه بعد بسپاریم که ببینیم به جز کنگره ها و نشست های حضوری ما در دنیای مجازی چطور میتوانیم این نشست ها رو در واقع داشته باشیم. بفرمایید. البته من فقط اگه ممکنه به منم 1 دقیقه فرصت بدید. مرسی. من 9 دقیقه اصلا نمیخوام. من یه تو صحبتامو در واقع در کردم، چیز دیگری اضافه بر اون ندارم، ولی یه توضیح کوتاهی بدم. دوست عزیزم آقای آژنگ گفتن که ما در یه دوره‌های کوتاهی دموکراسی داشتیم. حالا مثالی هم مثلا دهه 20 و اون بعد از سال 57 یه 2 سالی، و البته اینا هیچ کدوم دموکراسی نبود. در واقع جامعه توی یک هرج و مرجی گرفتار شده بود و توی این هرج و مرج هم بکش بکش بود، هم بگیر و ببند بود، و همین که یه دم به هر حال روزنامه ها و احزاب و اینا رو در می آوردن. این آزادی نیست، این توی یک به اصطلاح آنارشیسمه که دولت قدرت نداره کنترل بکنه، این کار رو صورت میده. و در واقع دموکراسی اصلا هسته اصلی و مرکزیش دیسیپلین و انضباط هست. شما در تمام کشورهایی که درشون دموکراسی هست میبینید انضباط و دیسیپلین بیشتر از تمام کشورهایی است که به اصطلاح مستبد هستن. یعنی اینجا قانون اجرا میشه، حالا بعضی هم از دست قانون در میرن، ولی در واقع وجه غالب این هست که شما نمیتونید خلاف قانون هر کی میخواید باشید به اصطلاح رفتار بکنید و نظم جامعه سر جای خودش هست. اینه که من میخواستم این توضیح بدم. در واقع این دوره ها در جامعه ما دموکراسی نبود. من کوتاه بگم، ایران میتونست و داشت به این سمت میرفت با اون پیشرفت اقتصادی که در واقع از دهه 50 به بعد در ایران شروع شده بود و میتونست به اون سمت بره، که متاسفانه به نظر من این فاجعه و آوار سال 57 به سر این ملت خراب شد. جناب صالح‌زاده بفرمایید شما. بله مرسی. ببینید جناب لقایی مسئله بسیار مهمی رو مطرح کردن که از دهه 50 به بعد جامعه ما دگرگون شد و در انقلاب 57 این دگرگونی متاسفانه به هم ریخته شد و جاشو هرج و مرجی به وجود اومد که ما امروز باش دست به گریبانیم. ببینید دوستان عزیز، کشور ما در یه منطقه بسیار بسیار حساس در جهان واقع شده. برای اینکه ما به دموکراسی و آزادی برسیم این یک زمان و پله میخواد، یعنی ما بایستی پله به پله به جلو بریم. زمانی که یه سری رفورم های فرهنگی و اجتماعی از دهه 50 به بعد تا سال 57 در ایران به وجود اومد، خب ما دیدیم که به هر حال با چه دسیسه های اون فرهنگی که میتونست با یه رفورم سیاسی کشور ما رو پرتاب بکنه به جلو، جلوش گرفته شد و ما رو به اینجا رسوندن. ما بایستی بدونیم که در کجا قرار داریم و به همین خاطر بایستی قدمامون رو هدفمند برداریم که ما رو بتونه دچار که ما رو دچار احساسات نکنه، ما رو وارد دشمنی های بیخود با دیگران نکنه، بلکه با سازش و با درایت و خردمندی بتونیم راهی رو پیدا بکنیم که به هر حال دیگران پیمودن و موفق شدن. به شما نگاه بکنید در آسیای جنوب شرقی سیاستمدارای خردمند تونستن با سازش با کشورهای قدرتمند راهی رو پیدا بکنن که امروز به هر حال پیدا کردن و کشورشون رو دارن به جلو میبرن. در آسیا، در
آسیای جنوب شرقی که گفتم و در آمریکای لاتین هم همینجور کشورها به هر حال با درایت بدون اینکه وارد احساسات بشن موفق شدن کشورشون رو از بحرانهایی که براشون به وجود میارن دور بکنن و ممالکشون رو با یه نیمچه دموکراسی هایی به جلو ببرن. مونده ما در آفریقا هم تا اندازه این مسئله حل شده، مونده در خاورمیانه. من فکر کنم که در خاورمیانه ما مجبوریم به اجبار بتونیم راه حل پیدا بکنیم با تمامی کسانی که در اونجا زینفن. ما نمیتونیم یه شب رأی سرسالاره بدیم به دموکراسی. دموکراسی خودش یه فرهنگه. ما به خاطر اینکه به دموکراسی برسیم اول باید یه حکومت قانون در مملکت برقرار بشه. برای اینکه حکومت قانون در مملکت برقرار بشه ما بایستی قبول بکنیم که توی جامعه ما آقای ارژنگ عزیز همه قرار نیست دموکرات باشن. در همین غربی که ما زندگی میکنیم به هر حال احزاب فاشیست آدمهای دموکراتی نیستن. در آلمان شما، در فرانسه که من زندگی میکنم، احزاب سیاسی انسانهای جریاناتی که احزاب فاشیستی رو به جلو میبرن جریانات دموکراتی نیستن، انسان دموکرات نیستن، ولی قبول کردن در حکومت قانون و دموکراسی که موجوده نقش بازی میکنن و جامعه هم این نقش رو به اونها داده. پس ما اگه قرار در آینده به هر حال مملکتمون چارچوبی پیدا بکنه که یک حکومت قانونمند برش حکم فرما بشه، قبول بکنیم که توی هر جامعه ای جامعه جمع اجداده. در جمع اجداد همه جور انسان ها باید موجود باشن، از دموکرات و غیر دموکرات، منتها همه بایستی پایبند به قانون باشن. من فکر میکنم که آینده بیش از هر زمانی داره به نفع ما قدم برمیداره. آیا ما میتونیم از این آیندهی که داره به طرف داره به ما این شانس رو میده که قدم درست و نهایی رو برداریم استفاده بکنیم؟ من اعتقاد دارم بله. تجربه نزدیک به 40 سال گذشته ما رو به حال از این تجربه آگاه کرده، آگاه شدیم. ما بایستی این آگاه شدن و این آگاهی رو به کار ببندیم بتونیم این رژیم رو از سر راه برداریم. این رژیم نه فقط باعث بدبختی و سرفکندگی مردم ایران شده، بلکه خاورمیانه هم با آشوب کشیده. ما بایستی جلو این کار رو بگیریم. به طور یقین شدنیه، میتونیم و بایستی این کار رو انجام بدیم. مرسی، متشکرم. جناب آژنگ در 2 دقیقه فرصت دارید که صحبت کنید. بفرمایید. متشکرم. من در پایان فقط یک نکته رو متذکر بشم و اون اینکه ما وقتی به گذشته نگاه میکنیم طبیعتاً درس هایی رو ازش گرفتیم، ولی نمیتونیم تغییراتی هم به وجود بیاریم. آنچه که گذشت گذشته، ما باید ببینیم در آینده چه کار میخوام بکنیم. و این مسئله برحال شرایط اقتصادی در ایران به این سادگی هم نمیشه بررسیش کرد. اون دهه 50 و برحال تغییراتی که در ایران صورت گرفته بود و رشد اقتصادی که در ایران صورت گرفته بود، شما باید ببینید که این پشتش خرابی های بی حد و حصری هم وجود داشت که بعد از اصلاحات ارضی بی برنامه عاملی شد که رشد اصلا سیر مهاجرت روستاییان به شهرها بیاد و این حاشیه های شهر رو گسترش بده. و در واقع انقلاب ایران همون تز مابتسدون بود که از طریق روستاها شهرها رو با محاصره داره بودن و اصلا قدرت سیاسی رو گرفتن. یعنی نیروی عظیم این قضیه که خمینی برش استوار شده بود بر ناآگاهی مردم بود. ناآگاهی مردم همچنان هم شما میبینید که این وجود داره. مردم رو خرافاتی بار آوردن و شما توی روند اصلا کنن این اشاره که شما کردید جامعه ایران حتما غیر مذهبی خواهد شده بود، یه خود من تردید دارم بر این. ضمن این که این حکومت، یعنی این ملاها، اینقدر شگرد دارن و زرنگی دارن که خودشون هم سوار سکولاریسم بشن، یعنی تزاش هم دارن. شما فرض در اون آخونده وقتی رفت بالا منبر اون برای صفحه رو میذاره، یعنی خواهد گفت لا اکراه فی دین، در دین آقا هیچ اجباری نیست. بفرما این کانال اومد آقا عیسی به دین خود، موسی به دین خود، فردا همین ابزار ازت خواهد گرفت. ولی چون ساختار نداریم، چون ساختاری وجود نداره، به خاطر همین قانونمندی هم وجود نداره. ما تا زمانی که ضابطه رو به جای رابطه نذاریم مشکلمون حل نمیشه. همین مورد در احزاب ما هست. وقتی که محفل درست میکنن در احزاب متحد میشن که شما رو به فرض مثلا بزنن، این میشه همون وضعیتی که هرگز ما قانونمند نخواهیم شد. مرسی، متشکرم.
درود از شما دارم جناب آژنگ گرامی، جناب لقایی و جناب صالح زاده. من از شما دعوت میکنم که در برنامه هفته آینده حضور داشته باشید تا به این بحث دوباره ادامه بدیم و سپاسگزارم از شما بینندگان بسیار گرامی که بیننده برنامه ما بودید و سپاسگزارم از مدیریت تلویزیون مانی، جناب مانی، که این فرصت را در اختیار ما گذاشتند. بدرود میگویم تا درودی دیگر. شب شما بخیر.